با توجه به سرکوب گسترده معترضین در ایران، در این قسمت از برنامه گفتگویی دارم با آقای محمود امیرمقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ. درود بر شما. واکنش ها و خبرهای رسمی که از سوی حکومت در مورد این اعتراضات منتشر میشه فاصله زیادی داره با اون چیزی که در کف خیابون های ایران اتفاق میفته. این دوگانگی رو چطور شما میبینید و به جوامع جهانی توضیح میدید؟ درود بر شما. کاملا درسته. خب جمهوری اسلامی هیچ وقت شفافیت نداشته، چه مواقعی که اعتراض هست و دست به کشتار مردم میزنند و مواقعی که اعتراض نیست و زندانیان رو دست دسته اعدام میکنند. و من فکر میکنم که در این حداقل 15 سال گذشته جامعه جهانی در واقع به این نتیجه رسیده که گزارش های جمهوری اسلامی قابل استناد نیست. و اگه به گزارش های سازمان ملل مراجعه کنید میبینید که خیلی وقتها به نهادهای حقوق بشری استناد میکنند. با توجه به تصاویری که منتشر شده از شلیک مستقیم گلوله به معترضین، چه راهکارهایی برای تعقیب قضایی در عرصه بین المللی و پاسخگو کردن حکومت ایران و ماموران سرکوب وجود داره؟ ضمن اینکه آیا این شلیک مستقیم میتونه جزو مصداق جنایت علیه بشریت باشه یا نه؟ بله کاملا همینطوره. در واقع شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان بی سلاح یک جنایت بین المللی است و کسانی که در این جنایت شرکت می کنند میتونن با اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. و این در واقع ما در بیانیه‌مون تاکید کردیم به این، خطاب به کسانی که حالا در میدان دستور فرماندهان خودشون رو به قول خودشون اجرا می کنند و به سوی مردم شلیک می کنند، که چنین جنایاتی در واقع اینا میتونن تا وقتی که زنده اند، اگر تا اون موقع جمهوری اسلامی وجود داشته باشه و پاشون رو به خارج کشور بذارن میتونن محاکمشن، همونطور که حمید نوری شد. و اگر هم جمهوری اسلامی نباشه، خب حتما پاسخگو خواهند بود، چون که در حال حاضر امکانات مستندسازی بهتری هم وجود داره. شهروندان خودشون عکس دارن، ویدیوهای زیادی وجود داره به عنوان سند و اینا همه میتونه استفاده شه علیه این افراد. همونطور که ما در آبان 98 هم در دادگاه آبان خب در واقع چنین مستنداتی رو جمع‌آوری کرده بودیم. و من میتونم بگم که در اعتراضات اخیر هم تجربه نهادهای حقوق بشری بیشتر شده و هم مردم 100% مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. آقای امیری مقدم، تفاوت این اعتراضات با سایر اعتراضات در سالهای قبل از دیدگاه شما چیه؟ شما به عنوان یک مسئول همیشه رصد کردید همه اعتراضهای ایران رو. بله خب ببینید، کلا ماهیت همه اعتراضها، در واقع اعتراضها از دیماه 96 تغییر کرد نسبت به قبل از اون، یعنی از دیماه به بعد و بعد هم مرداد 97 و بعد آبان و اکنون ما ببینیم که خب یک رویارویی مستقیم بین مردم و نظام وجود داره دیگه. صحبت از، یعنی در واقع مردم خیلی واضح نشون میدن که هیچ امیدی به تغییر در درون نظام ندارن. اعتراضات اخیر، این 8 روز اخیر، این یک تفاوت داره با حتی اعتراضات آبان. و به نظر من هم خشم اعتراض کنندگان و اراده شون، ببینید بله. با وجود اینکه اینترنت رو قطع کردن یا محدود کردن و با وجود اینکه از همون روز اول با گلوله جنگی به مردم شلیک کردن، ولی ما می‌بینیم که نه تنها اعتراضات کمتر نمیشه بلکه بیشتر